سرخط خبرها. تایید آزمایش موشک بالستیک توسط سپاه پاسداران ایران. فرمانده هوافضای سپاه میگوید ایران در سال 40 تا 50 آزمایش موشکی انجام میدهد. مبادله 15,000 زندانی موضوع مذاکرات صلح یمن در استکهلم. سازمان ملل میگوید برای کمک به 20 میلیون یمنی 4 میلیارد دلار لازم است. ادامه محاکمه مدیر ارشد مالی شرکت هواوی در کانادا به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران. و ورود سربازی که بینایی‌اش را در جنگ از دست داده بود به رینگ بوکس. سلام، عصرتون بخیر. خوش آمدید به اولین بخش خبری سه‌شنبه 20 آذر 97 در تلویزیون فارسی بی بی سی. 10 روز پس از آنکه آمریکا از آزمایش یک موشک بالستیک میان برد توسط ایران خبر داد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این خبر را تایید کرده. فرمانده نیروی هوافضای سپاه این آزمایش موشکی را مهم خوانده اما جزئیات بیشتری درباره آن نداده. امیر علی حاجی زاده به خبرگزاری فارس گفته ایران سالی 40 تا 50 آزمایش موشکی انجام می‌دهد. آمریکا آزمایش‌های موشکی بالستیک ایران را ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل می‌داند. ایران اما می‌گوید برنامه موشکی‌اش تنها برای بازدارندگی دفاعی است. هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی سلطنتی کینگستون کانادا با ماست. آقای حسنیاری، فکر میکنید علت اینکه ایران تصمیم گرفته تایید بکنه این آزمایش رو چیه؟ به هر تقدیر مجبور هستن که چون این کاری رو بکنن، به خاطر اینکه آمریکایی ها تا حالا در این موارد هر چی گفتن صحیح بوده. از جمله اگر برگردیم به چند سال گذشته، زمانی که بحث فردو اعلام شد و آمریکایی ها اعلام کردند که چون این تاسیساتی تا حالا از جانب ایران اعلام نشده، از طریق ماهواره‌ها اون رو تونستن ببینن و بعد از اون بود که ایران تایید کرد که چون این دستگاه‌های وجود داره، چون این محلی وجود داره. در این مورد هم همین، ضمن اینکه این پذیرش این امر به وسیله یک سردار سپاه نشانه بسیار روشنی است از اینکه همکاری و هماهنگی بین دولت روحانی و سپاه پاسداران وجود نداره و سپاه هست که تصمیم میگیره چه چیزی بایستی اعلام بشه، چه چیزی نشه، و وزارت خارجه آقای ظریف، آقای روحانی هستند که بایستی پاسخگوی اعتراضات جامعه جهانی باشن. چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟ تبعات این بسیار میتونه مهم باشه، به خاطر اینکه این نشان میدهد که ایران پنهانکاری میکنه همچنان از دید غربی ها، و در نتیجه چگونه میشود اطمینان حاصل کرد که ایران اون چرا که میگوید واقعیت داشته باشه. به همین خاطر هست که انتظار میری که مواضع اروپایی ها نسبت به ایران به مواضع آمریکایی ها نزدیکتر بشه و این باعث فشار بیشتر تحریم ها بر جمهوری اسلامی خواهد شد و در نتیجه میتونه همچنین فشار بیاره بر دو کشوری که از جمهوری اسلامی به نوعی حمایت میکنن، یعنی روسیه و چین. بعضی از کارشناسان برداشتشون از حرفای اخیر آقای روحانی و محمد جواد ظریف اینه که آنها مخالفت جدی با این آزمایش‌های موشکی ندارن. ببینید، اینا کسانی نیستن از نظر جایگاه در مسائل دفاعی و نظامی ایران جایگاهی ندارن که در این موارد بتوانن نظر بدن و نظر اونها مورد قبول و پذیرش قرار بگیره، به خاطر اینکه همونطوری که سردار جعفری سال گذشته اعلام کرده بود که بحث برنامه موشکی ما زیر نظر رهبری است و رهبری تصمیم گرفتن که فعلا برد موشک ها تا 2000 کیلومتر باشد، معناش این هست که اساساً در این زمینه دولت کاری نیست.
نظامیان هستند و فرمانده کل قوا که در این زمینه تصمیم میگیرن. حالا آقای روحانی و آقای ظریف هر حرفی که میخواهند بزنند و اون، ولی اون حرفا حرفایی نیست که بتوانند قانع کنند به عنوان نمونه سپاه رو مثلا که در چنین کارهایی نکنند. به همین خاطر است که میبینیم در شرایط بسیار حادی که ایران سعی بسیار میکنه که اروپا رو همراه بکنه بر علیه تحریم‌های آمریکا، آزمایش موشکی صورت میگیره و به ناگاه اروپا ناچار هست که در این زمینه عکس‌العمل منفی نشون بده، همونطوری که در چند روز گذشته بعد از این آزمایش شورای امنیت سازمان ملل جلسه دربسته داشت به درخواست بعضی از کشورهای اروپایی درباره برنامه موشکی ایران و آزمایشی که الان بحثش هست. متشکرم. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کینگستون با ما. رئیس جمهوری ایران گفته دولت تلاش می‌کند آرامش در بخش اقتصادی ادامه پیدا کند. حسن روحانی در پایان نشست با رهبران دو قوه دیگر حکومت ایران گفته آمریکا منتظر به هم ریختگی اقتصاد ایران پس از بازگشت تحریم‌ها بود، ولی مردم و فعالان اقتصادی به گونه‌ای عمل کردند که برعکس شد. همزمان مرکز پژوهش‌های مجلس ایران از رشد دست کم 22% خط فقر در شهرستان تهران نسبت به سال قبل خبر داده. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها خط فقر برای یک خانواده 4 نفره در تهران معادل 2,728,000 تومان برآورده شده. سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل ایران میگوید بسیاری از روحانیون و دانشگاهیان خواهان فیلتر کردن شبکه اجتماعی اینستاگرام هستند. جواد جاوید نیا به خبرگزاری ایسنا گفته که یک بستر جرمخیز در اینستاگرام به وجود آمده و میزان جرائم در این بستر رو به رشد است. به گفته او خانواده های زیادی از این مسئله گلایه دارند. اینستاگرام یکی از پرطرفدارترین شبکه های اجتماعی در ایران است و بلندپایه‌ترین مقام های سیاسی این کشور هم در آن فعالند. 5 عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ساعتی پس از بازداشت آزاد شدند. رضا شهابی، حسین سعیدی، کیوان مهتدی، امیر آزومبند و پرهام یگانه بامداد امروز بازداشت شده بودند. پیش از آزادی خانواده این افراد در مقابل زندان اوین تجمع کرده بودند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی قرار بود به زودی دومین مجمعش را برگزار کند. یکی از فرزندان مهدی کروبی گفته که قرار نیست پدرش از حبس خانگی آزاد شود. پیشتر حسام الدین آشنا از مشاوران رئیس جمهوری ایران گفته بود که از حصر فقط پوسته ای مانده. حسین کروبی اما گفته گشایش کمی در حصر رخ داده، اما ارتباط آنها با بیرون به استثنای دیدار با اعضای درجه یک خانواده همچنان قطع است. مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد که رهبران اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بودند، نزدیک به 8 سال است که در حبس خانگی اند. حسین باستانی همکارم اینجا در استودیو با ما همراه شده. آقای باستانی، از یک طرف آقای آشنا میگه که فقط پوسته حصر باقی مونده، اما فرزند خود آقای کروبی تکذیب میکنه چنین گفته رو. علت این تناقضا چیه؟ ببینید، به هر حال مقام های دولتی هر از گاهی تاکیداتی داشتن خوشبینانه در مورد وضعیت حصر و سمت و سوی اون. دلیلش هم مشخصه، به هر حال اونها در انتخابات بر این مبنا اومدن رأی گرفتن. یعنی اگه خاطرتون باشه مثلا توی میتینگ‌های انتخاباتی عمده شعارها و مهمترین و در واقع گسترده‌ترین شعارهایی که سر داده میشد به نوعی مرتبط بود با وضعیت جنبش سبز، حذف و امثال اینها در مقایسه با مثلا شعارهایی که از تریبون‌ها گفته میشد شاید توی این میتینگ‌ها. خب الان البته بخشی از کسایی که با آقای روحانی رأی دادن ممکنه اساساً جزو کسانی باشن که دیگه اعتمادشون رو به مجموعه حکومت از دست داده باشن، ولی برای بخش دیگه‌ای که هنوز این اتفاق کامل نیفتاده، مسئله حصر یک موضوع کلیدی هست و هر از گاهی دولتی‌ها میان در این ارتباط خب توضیحاتی رو میدن، در حالی که به هر حال از طرفی خب هر آنچه که به موضوعات بعد از 88 مرتبط باشه، یک طرف اصلی دعوا شخص آیت الله خامنه ای هست که توقعاتی داره که به هر حال انگار که مثلا محصولین حداقل در حدی جبران بکنن اون چیزایی که اتفاق افتاده، از طرف دیگه خب محصولین به وضوح زیر بار این شرایط نرفتند تا این لحظه. این وسط خب دولتی‌ها اتفاقی که افتاده اینه که اومدن و تلاش کردن که شرایط حصر رو
به مرور سعی کنن تغییر بدن. حالا همون چیزی که در صحبت‌های پسر آقای کروبی هم اشاره شده، ولی خب واقعیتش اینه که اگر شما مثلا در زندان اوین زندانی باشید، این که ملاقات هفتگی داشته باشید یا نداشته باشید البته در وضعیتتون تغییر ایجاد میکنه، ولی کماکان زندانی هستید. این اتفاق نیفتاده و محصورین چیزی که تا حالا به وقوع پیوسته اینه که حاضر هم نبودند به گونه‌ای رفتار بکنن که نوعی عقب نشینی از مواضع قبلیشون تلقی بشه، به ازای اینکه به طور نسبی تغییراتی در وضعیت حصر حالا ایجاد بشه یا نشه. خاطرتون باشه در بهمن سال گذشته بود که آقای کروبی نامه‌ای که از حصر داد بیرون، خب عذرخواهی کرده بود ولی از مردم از این زاویه که ماها هممون در وضعیت جمهوری اسلامی مقصر هستیم و باید به سهم خودمون عذرخواهی کنیم و من هم عذرخواهی میکنم. طبیعتاً این موضعی نیستش که آیت الله خامنه‌ای میخواسته. فرزند آقای کروبی گفته که حصر نمیشکنه مگر اینکه یک شرایط ویژه داخلی یا خارجی اتفاق بیفته. چه شرایط ویژه‌ای ممکنه منجر به رفع حصر بشه؟ ببینید در خیلی از مردم شما مشابه این اظهار نظرها رو در ارتباط با جاهایی که حکومت ممکنه که بخواد یک تجدید نظری انجام بده یا نده میشنوید. به طور کلی این حس انگار وجود داره در سطح جامعه و خیلی از حالا ناظران که معمولاً جمهوری اسلامی ایران و رهبری جمهوری اسلامی ایران از یک بحران عقب نمی‌نشینند، چون به هر حال بحران‌های زیادی ایجاد میشه در مجموعه حکومتی ایران، ولی حکومت معمولاً سناریویی برای پایانش نداره. شروعش انجام میشه ولی برای پایانش سناریوی مشخصی وجود نداره. در خیلی از این موارد یک بحران خاتمه پیدا نمی‌کنه مگر اینکه یک بحران شدیدتری بیاد که از اون بحران قبلی مهمتر باشه. در اون صورت تازه میشینن فکر میکنن که حالا باید تجدید نظر کرد یا نکرد. این اتفاق افتاده دیگه. یعنی مثلا شما فرض کنید نمونه‌های متعددی مثلا پرونده هسته‌ای که اون به هر حال پرونده به جایی نمی‌رسید و مدت‌ها ادامه داشت و وقتی به نوعی انگار که یک تجدید نظری درش ایجاد شد که حالا بحران‌هایی در این حد که دیگه نفت رو کم کم دیگه نمیشه فروخ و پولش رو هم به داخل نمیشه انتقال داد، ایجاد شد که حالا نشستن ادهی فکر کردن که خب حالا شاید پس باید توی موضوع قبلی تجدید نظری کرد یا نکرد. البته در خیلی از موارد این اتفاقات میفته ولی ممکنه دیرتر از زمانی که تأثیر بگذاره یا اینکه نگذاره. متشکرم. حسین باستانی در استودیو با ما. در یک حمله انتحاری در کابل پایتخت افغانستان دست کم 4 نیروی امنیتی افغان کشته و 6 نفر زخمی شدند. حمله کننده انتحاری یک ستون از خودروهای نیروهای امنیتی را در ولسوالی پغمان در غرب کابل هدف گرفت. گروه طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفته. در یک ماه گذشته وقوع چند حمله انتحاری در کابل دست کم 600 نفر کشته و حدود 100 نفر زخمی به جا گذاشته. سفارت ایران در کابل خبر کشف سلاح ایرانی در ولایت غزنی افغانستان را تکذیب کرده. مقام های امنیتی غزنی شنبه مدعی شده بودند که در منطقه جهازقلعه این ولایت سلاح های ساخت ایران به دست آوردند. غلام داوود ترخیل فرمانده پلیس غزنی گفته بود که 15 اسلحه به دست آمده، شامل کلاشنیکوف، سلاح کمری و خمپار انداز. سفارت ایران در کابل با تکذیب این خبر گفته ایران و افغانستان در بهترین وضعیت روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند و نباید اجازه داد در مناسبات روبرشت دو طرف خللی ایجاد شود. شورای امنیت ملی افغانستان امروز تشکیل شورای مشورتی صلح را اعلام کرد. این اقدام بخشی از نقشه راه صلحی است که چندی پیش رئیس جمهوری این کشور در نشست ژنو آن را اعلام کرد. این شورا متشکل از 9 کمیته است و یکی از وظایفش مشورت دادن به دولت افغانستان در مذاکرات صلح خواهد بود. همکارم علی حسینی از دفتر کابل به ما پیوسته. علی، ترکیب شورا قرار از چه قرار باشه؟ چه کسانی قرار عضوش باشن؟ خب ترکیب این شورای مشورتی صلح که 30 نفر است را میتوان به دو دسته عمده تقسیم کرد، اعضای دولتی این شورا و همچنین اعضای غیر دولتی شورا. در بخش اعضای دولتی شورا بلندپایه‌ترین مقام های دولت افغانستان از رئیس جمهور گرفته تا معاونین او، رؤسای مجلس نمایندگان و مجلس بزرگان و برخی دیگر از مقام های بلندپایه حضور دارند. اما موضوع قابل تأمل و جالب توجه این است که در بخش اعضای
غیر دولتی افرادی دیده میشن که طی سالهای گذشته یا رابطه حزبی و کاری و سیاسی ویژه با رئیس جمهوری افغانستان نداشتن و یا همین که از منتقدین اصلی سیاستهای رئیس جمهوری افغانستان بودن اما اسمشان در فهرست اعضای شورای مشورتی صلح دیده میشن. پیش از این انتقادی وجود داشت که گویا حکومت افغانستان، دولت افغانستان در بحث مذاکره و آغاز مذاکره با گروه طالبان تکرهی است و تکثر آرا در نظر نگرفته که به نظر میرسه با ترکیبی که فعلا دولت افغانستان ارائه داده به نظر میرسه که در پی است که تکثر آرا از افراد مختلف، گروه های مختلف و سمت های مختلف را در نظر بگیرن در رابطه با آغاز مذاکرات صلح با گروه طالبان. چقدر میشه امیدوار بود که مؤثر باشه این اقدام؟ خب میشه گفت که از نظر سازوکارهایی برای آغاز گفتگوها و مذاکرات با طالبان در داخل حکومت افغانستان تا اندازه‌ای فعالیت‌های جلو رفته. تشکیل شورای عالی صلح، شورای مشورتی صلح و کمیته مذاکره کننده با گروه طالبان در داخل حکومت افغانستان ایجاد شده که به نظر مثل یک بخشی از راه طی شده، اما مهم بخش دیگری را از راه است که باید از طرف طالبان برداشته شود. قدم‌های گروه طالبان بارها تأکید کرده که با حکومت افغانستان، دولت افغانستان وارد مذاکره نمیشن و طرف اصلی آنها دولت آمریکا است. به همین خاطر است که طی چند ماه اخیر دولت آمریکا دست کم 3 بار به طور مستقیم با نمایندگان طالبان نشستن و گفتگو کردند. نماینده ویژه این گروه برای مذاکرات صلح در افغانستان هم فعلا در منطقه است و 3 بار به منطقه سفر کرده آقای زلمه خلیلزاد و گویا گفته شده که یکی از اهداف این سفر آقای زلمه خلیلزاد این است که طالبان را به کشورهایی که رفته، روسیه، ازبکستان، پاکستان و دیگر کشورها رفته و از اونها بخواهد که از طالبان بخواهند که به پای میز مذاکرات با دولت افغانستان بنشیند. متشکرم علی حسینی خبرنگار ما از کابل. برنامه خبری بی بی سی رو با سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدیم. تهران خبر آزمایش موشک بالستیک اخیرش را تایید کرد. فرمانده هوافضای سپاه میگوید ایران هر سال 40 تا 50 آزمایش موشکی انجام میدهد. در ادامه برنامه، سربازی که بیناییش را در جنگ از دست داده به دنبال راه اندازی لیگ مشتزنی ویژه نابینایان است. در ادامه مذاکرات صلح یمن در استکهلم سوئد طرفدارهای درگیر اسامی نزدیک به 15,000 زندانی را مبادله کردند که خواهان آزادی متقابل آنها هستند. مذاکرات صلح یمن که از 6 روز پیش شروع شده هنوز به نتیجه مهمی برای پایان دادن به جنگ نرسیده. اگرچه دو طرف درباره آتش بس در بندر حدیده در غرب یمن که مهمترین راه ورود مواد غذایی به این کشور است به توافق نزدیک شدند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. در میان برف و باران در سرمای نزدیک به 0 درجه در این قصر در بیرون استکهلم هیئت‌های نمایندگی دو طرف جنگ یمن در مورد آزادی زندانیان به نتیجه نزدیک شدند. تبادل اسامی نزدیک به 15,000 زندانی دو طرف که خواهان آزادی آنها هستند. تبادل اسراه مر بمرحلتين المرحله الاولى مرحله اتفاق وهذا قد وقع عليه تبادل زندانیان دو بخش داره، تبادل اسامی و اقدامات اجرایی. 5 نکته در دستور کار وجود داشت که درباره اونها صحبت کردیم، از جمله در مورد جدول زمانی آزادی زندانیان. مشينا في هذه الخمس نقاط اتفقنا على اشياء كثيره منها الجدول الزمني. مذاکرات 6 روز پیش شروع شد بعد از ماها تلاش و زمین چینی زیر نظر فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن و فشار قدرت‌های بزرگ به عربستان که از دولت یمن حمایت می‌کند. As you know we're keen to make this not a one-off. ما امیدواریم که این شروع چند دور مذاکره باشد. من امیدوارم که با پرزیدنت هادی رئیس جمهوری یمن و طرف مقابل در روزهای آینده صحبت کنم تا ببینیم که کی و کجا دور بعدی مذاکرات را برگزار کنیم. مذاکرات درباره راه حل سیاسی جنگ یمن. مذاکرات صلح یمن هنوز فاصله زیادی تا توافق بر سر پایان جنگ دارد، اگرچه دو طرف در حال حاضر سرگرم بررسی پیشنهاد سازمان ملل برای رفع تنش در بندر حدیده و شهر تائز هستند که 3rd شهر بزرگ کشور است.
سازمان ملل پیشنهاد داده در مقابل توقف پیشروی نیروهای دولتی به داخل حدیده نیروهای حوثی شهر را تخلیه کنند و اداره آن به یک کمیته زیر نظر سازمان ملل داده شود. اما حوثی ها تمایل زیادی نشان ندادند. به نظر من خروج از حدیده فقط به عنوان بخشی از یک راه حل جامع قابل بررسیه. یمن و دنیا حالا چشم به اینجا دوختند و این مذاکرات برای پایان دادن به جنگی که نزدیک به 4 سال است که ادامه داشته. جنگی که به گفته سازمان ملل 10,000 نفر کشته به جا گذاشته و 8 میلیون گرسنه. کسری نجی بی بی سی. نخست وزیر بریتانیا برای جلب حمایت از توافقنامه خروج این کشور از اتحادیه اروپا راهی سفری اروپایی شده. ترزا می قرار است با رهبران آلمان، هلند و اتحادیه اروپا دیدار کند. خانم می که رأی‌گیری درباره توافق خروج بریتانیا را به تعلیق درآورده، اذعان کرده که اگر این توافقنامه را امروز به رأی می‌گذاشت، رد می‌شد. اتحادیه اروپا گفته که متن توافقنامه برگزیت قابل مذاکره نیست. وزیر انرژی آمریکا میگوید با مقام‌های انرژی عراق درباره تحریم‌ها علیه ایران گفتگو کرده. ریک پری همچنین درباره سرمایه‌گذاری بیشتر بخش خصوصی آمریکا در عراق اظهار تمایل کرده. مقام‌های عراقی میگویند که برای پیدا کردن جایگزین برای انرژی وارداتی از ایران به وقت بیشتری نیاز دارند. عراق هم متحد ایران است و هم آمریکا. امروز قرار است سرنوشت منگ وانژو از مدیران ارشد شرکت هواوی چین در دادگاهی در کانادا مشخص شود. او 12 روز پیش به درخواست آمریکا در فرودگاه ونکوور دستگیر شد. آمریکا او را متهم کرده که از طریق شرکت‌های سوری سر بانک‌های آمریکایی کلاه گذاشته و قطعات ساخت آمریکا را برخلاف تحریم‌ها به ایران فروخته. خانم منگ یکی از قدرتمندترین زنان جهان است و دختر بنیانگذار غول مخابراتی چین. جیار گل گزارش می‌دهد. بازداشت یکی از قدرتمندترین زنان چین. پیامی به شرکت‌هایی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور می‌زنند. منگ وانرو مدیر ارشد مالی شرکت هواوی غول مخابراتی چین چند روزی است در این بازداشتگاه در ونکوور کانادا به سر می‌برد. او 12 روز پیش در فرودگاه ونکوور به درخواست آمریکا دستگیر شد. خانم منگ قرار است امروز در دادگاه عالی بریتیش کلمبیای کانادا حاضر شود. وکلای او برای آزادی از زندان تقاضای قرار وثیقه کردند. آنها گفتند نگران سلامتی موکلشان هستند. دولت چین سفرای کانادا و آمریکا را فراخوانده و خواهان آزادی فوری خانم منگ شده. اگر طرف کانادایی نتواند این موضوع را حل کند، پیامدهای جدی برای این کشور خواهد داشت. می توانم به شما بگویم که پیامدهای آن کلا به تصمیم کانادا بستگی دارد. اما دولت کانادا به چین اطمینان داده که پرونده منگ وانژو عادلانه بررسی خواهد شد. منگ وانژو یکی از ثروتمندترین زنان جهان است. او همچنین دختر بنیانگذار میلیاردر شرکت مخابراتی چینی هواوی است. دادستان‌های آمریکایی خانم منگ را متهم به دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران کردند. آمریکا مدعی است که هواوی از یکی از شرکت‌های تابعش به نام اسکای کام به مدت 5 سال از سال‌های 2009 تا 2014 برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران استفاده کرده. به نظر من آمریکا برای محاکمه خانم منگ جدی است، وگرنه خواهان استرداد او از کانادا نمی‌شد. چین هم عکس العمل شدیدی نشان خواهد داد. آمریکا ممکن است فروش قطعات به هواوی را ممنوع کند که این می‌تواند اثرات مخربی برای این شرکت داشته باشد. همزمان امروز دادگاهی در چین فروش مدل‌های پایین آیفون در این کشور را ممنوع کرد. چین می‌گوید این تصمیم به خاطر اختلاف بر سر ثبت اختراع با شرکت اپل بوده است. اپل حدود 20% از فروشش به چینی هاست. شرکت هواوی یکی از رقبای جدی اپل است. بسیاری میگویند جنگ تجاری آمریکا و چین وارد مرحله جدیدی شده است. اگر دادگاه کانادا با استرداد منگ وانژو به آمریکا موافقت کند، او در این کشور محاکمه خواهد شد و اگر محکوم شود میتواند تا 30 سال زندانی شود. ژیار گل، بی بی سی.
دانشمندان تخمین زدند که ابعاد گسترده حیات در زیر زمین هم وجود دارد. آنها میگویند که بعضی از لایه بیوسفر زمین که در زیر سطح قرار دارد عمدتاً متشکل از ارگانیسم‌های زنده است. این بخشی از یک مطالعه طولانی برای درک چرخه کربن در زمین است و شناخت مهمی از تاثیر حیات بر این چرخه به دست می‌دهد. پل جیکوبز در سال 2009 سرباز ارتش بریتانیا در افغانستان بود. او در یکی از گشت‌زنی‌هایش در اثر یک انفجار بینایش را از دست داد. پل که آن زمان 19 ساله بود حالا 29 سال دارد. او اخیراً برای اولین بار وارد رینگ مسابقه مشت‌زنی شده و می‌گوید بوکس به او کمک کرده تا بتواند بر آسیب‌های روانی ناشی از این حادثه غلبه کند. او حالا می‌خواهد لیگ مشت‌زنی ویژه نابینایان راه بیندازد. اصلا از اون لحظات پشیمون نیستم. اون روز هر کاری از دستم برمی اومد انجام دادم. سرباز جاناتان یانگ اون روز مسئول مینیابی بود. واسه همینم جلوتر از ما حرکت میکرد. پیچی توی کوچه تاریک و متاسفانه پاش رفت روی مین. برای مردم تصورش سخته. یه نفر جلوت ایستاده، اما یه دقیقه بعدش فقط غباری از خون ازش باقی مونده. گروهبان پل مکلیس که مسئول جوخی ما بود سعی کرد بهم کمک کنه. اما کشته شد و من هم زخمی شدم. یه ترکش از چشم راستم رد شد و رفت توی مغزم. صورتم، بازوهام و پاهام به خاطر اون ترکش سوراخ سوراخ شدن. پل بینایش را به طور کامل از دست داد. بعد از برگشت به خانه دچار اختلال استرس بعد از حادثه شد. به عنوان بخشی از روند بهبودش به سراغ مشت زنی رفت. دور و برم رو نگاه کردم و به خودم گفتم هنوز میتونم موفق بشم، فقط باید دنبال راه متفاوتی باشم. رفتم دنبال بوکس و تناسب اندام که یه جورایی با اختلال استرس بعد از حادثه ارتباط دارن، چون بهم اجازه میدن خودم باشم. شوخی ها و سر به سر گذاشتن ها. میتونی محکم بزنی به کیسه بوکس و بذاری بره. پول برای اولی مسابقه رسمی اش آماده میشود. قرار است با یک مشت زن بینا مسابقه دهد. هیچ وقت فکرش هم نمی کردم که روزی یک فرد نابینا رو در رینگ معرفی کنم. خانم ها و آقایان، خوش آمد بگید به پل جیکوبز. برنده امشب از سمت آبی رینگ اون برنده شد. یه روزایی هست که از زمین و زمان متنفری، اما کم کم یاد میگیری تا عصبانیتت رو بپذیری و اونو از خودت دور کنی. آره، من دارم از اون عصبانیت فاصله میگیرم. در برنامه امروز هشتگ شما درباره محصولات بهداشتی و آرایشی و تجربیات و مشاهدات شما از استفاده از این محصولات می‌پرسیم. چقدر به جزئیاتی مثل مواد تشکیل دهنده محصولات آرایشی و بهداشتی توجه می‌کنید؟ چقدر به کیفیت و قیمت اون اهمیت میدید؟ برای اینکه نظر شما رو بشنویم از یکی از این راه‌ها که می‌بینید با ما تماس بگیرید. همچنین نظر و شماره تلفنتون رو می‌تونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید که هست @bbcshow. هشتگ شما ساعت 7:30 شب به وقت ایران. این بودیم بخش خبری. ممنون از همراهیتون.